سلام دوستان، به خبرهای این ساعت از تلویزیون آشنا خوش آمدید. امروز شنبه سوم ماه سنبله سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. من احمد سیار ضیا به اتفاق همکارانم از استودیوی مرکزی تلویزیون آشنا در واشنگتن میزبان شما هستم. امید است ما را تا پایان همراه باشید. خبرهای امروز را با تازه ترین گزارش ها از رهایی یکی از رهبران ارشد طالبان از زندان پاکستان آغاز می کنیم. پاکستان مدعی است که ملا عبدالغنی برادر یکی از رهبران ارشد طالبان افغان را از بند آزاد ساخته است. مقام های امنیتی پاکستان تایید کردند که ملا عبدالغنی برادر به خاطر کمک بر روند صلح افغانستان به روز شنبه از زندان در پاکستان رها شده است. تا کنون جزئیات بیشتر در مورد رهایی و یا جای بود و باشوی دادن نشده است. هرچند مقام های استخباراتی پاکستان که خواستند نامشان فاش نشود در گفتگو با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفتند که آقای برادر در پاکستان آزاد شده و امنیت وی در همانجا تأمین خواهد شد. ملا برادر از سال 2010 میلادی به این سو در پاکستان زندانی بود. وی یکی از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 1994 میلادی و یکی از فرماندهان با اعتماد ملا محمد عمر رهبر طالبان مشخص شده است. وی که همچنان مرد شماره دوم دوره حاکمیت طالبان عنوان شده با باور اغلب در سال 2010 در تلاش بود تا به گونه مستقل با مقامهای افغان مصالحه کند. واشنگتن و کابل از دیر زمان از اسلام آباد خواستار رهایی ملا برادر شده بودند. قابل یادآوری است که پاکستان تا کنون 33 زندانی دیگر طالبان را نیز آزاد کرده است. در این حال رئیس جمهور افغانستان در واکنش به آزادی ملا برادر از زندان پاکستان میگوید که این کار به اثر تلاش‌های دولت افغانستان صورت گرفته است. انشاءالله امروز به درخواست دولت افغانستان ملا برادر به اغلب گمان که از زندان پاکستان آزاد شد. به خواسته دولت افغانستان، چون که شهروند افغان است و در بیرون بندی است و یکی از کرانهای طالبان است، ما آزادیش خواستیم. باز هم دولت افغانستان که ظاهرا او به مقابلش می جنگه باعث آزادی شده که به خبر رسر پیش. در این حال رئیس جمهور افغانستان از ایالات متحده آمریکا می خواهد جنگ با تروریسم در افغانستان تعریف کرده و مشخص سازد که اگر جنگ با طالبان افغان نیست، پس جنگ در افغانستان با کی جریان دارد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با جوانان مرکز و ولایات افغانستان گفت 5 سال قبل درک نمود که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک نمی کند. وی میگوید افغانستان می خواهد بخش امنیتی سند استراتژیک را با ایالات متحده به امضا برساند، اما خواست افغانستان این است که امریکا جنگ علیه تروریسم را در افغانستان تعریف کند. وی میگوید که این باید مشخص شود که جنگ در داخل افغانستان به ضد تروریسم ادامه دارد و یا بیرون از خاک افغانستان. به گفته رئیس جمهور افغانستان در بخش امنیت و مبارزه علیه تروریسم از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان راضی نیست. لانه های تروریسم در بیرون از افغانستان وجود دارند و در داخل کشور دشمن افغانستان وجود ندارد. رئیس جمهور افغانستان گفت از امریکا خواسته است که تجاوز بر افغانستان را تعریف کند. او میگوید اگر کسی بمها را به جان خود بسته کند و از آن سوی سرحد بیاید و در افغانستان خود را منفجر نماید، یا هم کسی یا گروه در لباس افغانها بر افغانستان حمله کند و یا هم ولسوالی های کشور مورد حمله قرار گیرد، آیا اینها تجاوز هستند یا خیر؟ وی میگوید امریکا به این سوالات افغانستان جواب نداده است. امریکا در چند سال گذشته که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، دزد گفته دزدی کو، صاحب خانه را گفته خانه تو نگاه کن. ما در داخل خاک خود دشمن با وطن نمی بینیم. مخرب است یا از جهالت یا از نایراجی و مجبوریت. پس تعریف ما از تروریسم واضحا میره به بیرون از سرحدات و مرزهای افغانستان و میره به معامله منطقوی و معاملات بین المللی. خوب متوجه باشید. حامد کرزی در مورد سوالات جوانان از صلح گفت افغانستان زمان به صلح میرسد که نخست کابل با واشنگتن به تفاهم برسد و سپس امریکا و افغانستان
با پاکستان در این مورد مفاهمه کند. رئیس جمهور افغانستان در این حال گفت در انتخابات آینده ای ریاست جمهوری و برنامه و شخصیت نامزدان ریاست جمهوری توجه جدی خواهد کرد. دوستان، رهایی ملا عبدالغنی برادر از سوی پاکستان یعنی چی؟ آیا آزادی برادر از سوی پاکستان روند مذاکرات صلح را در افغانستان چگونه متاثر خواهد ساخت؟ تحلیل بیشتر این موضوع را با محترم پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح که هم اکنون در استودیوی کابل با ماست، در میان میگذاریم. آقای کاوه، سلام بر شما. تشکر از وقت شما. در نخست، شما آزادی ملا برادر را چگونه ارزیابی میکنید؟ البته با در نظر داشت استقبال حکومت افغانستان و واکنش آقای کرزای هم شنیدید. با سلام به شما، من فکر میکنم که با توجه به تجربه که ما از رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان داریم و در چند مرحله تعداد زیادی از زندانیان طالب با فشارهای دولت افغانستان از جانب پاکستانی ها رها شدند و نتیجه در روند سال با میان نیامد، من فکر میکنم که آزادی ملا برادر هم همچنان در روند سال، در روند گفتگوهای سال و نتایجی که گفتگوها به بار بیارن و صلح تامین شوه نقش به سزای نخواهد داشت. و دلیلش هم این است که تا زمانی که ما ثبات به اسلام و تعهد لازم را از مقامات پاکستان در رابطه به آوردن صلح در افغانستان به دست نیاریم، رهایی زندانیان طالب هیچ درد را دوا نمیکنه. و در چندین مرحله دیدیم که طالبانی که زندانی شدن، از زندان رها شدن از پاکستان، تا امروز سرنوشتشون نامعلوم است. تا امروز نه مقامات افغانستان، نه نهادهای مدنی افغانستان و نه سیاسیون افغانستان. آقای کاوه، یک چیز متفاوتتر است در برابر آزادی ملا برادر با 33 زندانی دیگری که پاکستان در گذشته آزاد کردند. شما منیس یکی از خبرگان افغانستان آگاه بودید که ملا برادر گویا در تلاش بود که با حکومت افغانستان به گونه مستقل روی روند مذاکرات صلح صحبت بکنه و در اون زمان هم زندانی شد در پاکستان. شما نگرانیتان از رهایی از این دوباره و او هم در یک محل نامعلوم چی است و آیا تفاوت در رهاییش با رهایی زندانیان قبلی که همونطور که من اشاره کردم شما هم میبینید یا خیر؟ ما فکر میکنم زمان ما میتونستیم یک تفاوت را در روند سال پس از آزادی ملا برادر به دست بیاریم که ملا برادر به دولت افغانستان تحویل داده میشد و در یک مکان مسئول از جانب دولت افغانستان جاگزین میشد و به زندگیش ادامه میداد و میتونست در روند گفتگوها مؤثر باشه و تماس مستقیم باش وجود داشته باشه. امروز این نگرانی وجود داره که هنوز نیروهای استخباراتی پاکستان، هنوز علاقات در داخل خاک پاکستان بالای ملا برادر به حد کافی میتونند فشار وارد بسازند، به خاطر از یک ملا برادر هنوز در محل نامعلومی در پاکستان به سر میبره و میتونه این واقعیت به اسلام میتونه که روند مذاکرات با طالبان را در وجود ملا برادر مهندسی بساز، یعنی سازمان استخبارات پاکستان و مقابل آقای کاوه، شما به یک نکته حساس اشاره میکنین، میگین اگر ملا برادر به حکومت افغانستان تسلیم میداد شاید نتیجه متفاوت میبود. شما در گذشته شاهد بودین که یکی یا دو مقام ارشد طالبان به حکومت افغانستان تسلیم داده شدن و یا هم پیش حکومت افغانستان بودن و هم حالا زیست دارن در افغانستان، نتیجه کار از اونا به میان نامد. شما فکر میکنین هنوز هم اگر ملا برادرم به حکومت افغانستان میدادن سر مشروعیت یا بالای مشروعیت کاری خود آقای برادر در بین رهبری طالبان چگونه تأثیر میانداختی مثلا؟ من فکر میکنم که به اصالت و طبیعت مذاکرات صلح ما باید نگاه دوگانه داشته باشیم. آیا گفتگوهای صلح یک روند کاملا افغانی هست یا یکی یک روند منطقه‌ای؟ اگر روند افغانی است، بنابراین هر عضو طالبان که از زندانهای پاکستان راه میشن از جای دیگه، اینا باید در داخل افغانستان و با مقامات افغانستان به صورت مستقیم گفتگو بکنن. و اگر یک روند منطقه‌ای هست، در این صورت حفظ و نگهداشت ملا برادر و مذاکره و گفتگو با ملا برادر در داخل خاک پاکستان نمیتونه به نتیجه منتج شود تا زمانی که دولت افغانستان مستقیم با مقامات پاکستانی به تفاهم نرسد در زمینه صلح افغانستان. شما راه رسیدن به تفاهم با حکومت پاکستان را چگونه دنبال میکنین؟ حکومت افغانستان میگه زندانی طالب را آزاد بکنین و او هم یکی از مقامات ارشد حکومت دوره سابق طالبان بوده. شما چگونه پیشنهاد میکنین این راه رسیدن به یک تفاهم است؟ اصلا در گذشته هم بحث شده که یک روند صلح است که با منطقه پیوند ناگزستنی دارد.
خب من فکر میکنم که با توجه به تجارب گذشته امروز هنوز طالب انسان میکشه، هنوز طالب جنایت میکنه در افغانستان، هنوز طالب بالای خانه های مردم، بالای مردم بیگونه حمله میکنه. من فکر میکنم که اگر ما بحث صلح را میخواهیم به صورت منطقی حل بکنیم، باید از فشارهای جامعه جهانی بالای پاکستان استفاده گسترده بکنیم. من فکر میکنم که آزادی ملا برادر تنها میتونه که به اصطلاح امتیازی به جانب پاکستانی بده و در نزد جهانیان ادعای پاکستانی ها را ثابت بسازه که ما یا پاکستانی ها در واقع آماده کمک بر روند صلح افغانستان هستند، اما این دولت افغانستان است که در روند گفتگوها همیشه ناکام بوده. من فکر میکنم که آزادی ملا برادر هم چنین نتیجه را به بار خواهد آورد. آقای کاوه، سپاس از ابراز نظر فردی شما. این بحث گسترده است، انشالله ادامه میدیم. اگر زمان بود با شما انشاءالله این مسئله را دنبال خواهیم کرد. دوستان در صفحه فیسبوک تلویزیون آشنا، امروز از شما نیست در مورد خبر آزادی ملا عبدالغنی برادر، یکی از رهبران ارشد طالبان افغان از سوی پاکستان و تأثیر آن بالای روند مذاکرات صلح افغانستان پرسشی داشتیم. شماری از دوستان پاسخهای داشتن، اما نعیم زرگر از جده نوشته ملا برادر قبل از گرفتاریش با حکومت کابل به خاطر صلح در تماس بوده. اگر این حقیقت داشته باشد، رهایی وی به خاطر آوردن صلح کمک خواهد کرد. در حالی که نصیر احمد خوستوال از کابل می نویسه که ملا برادر شکل سمبولیک را داره، کار را حکومت پاکستان می کنه. ملا برادر را پیش می نمایند و ملا برادر که در دست آنها باشد، هر چیزی که آنها می گویند و می کنند آن را بالای ملا برادر نیز خواهند پذیرفت. بیننده های عزیز، در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک شما هم می توانید با ما شریک شوید. آدرس این صفحه است facebook.com/voatvashna. از سوی دیگر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مدافعین حقوق زن و نهادهای مدنی خواست تا به خاطر مشارکت زنان در انتخابات افغانستان تلاش های روی دست گیرند که نقش زنان را در حکومت افغانستان از حالت سمبولیک آن خارج بسازند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشست امروز تاکید کرد که رهبر آینده ای افغانستان باید نقش زنان را در آینده ای افغانستان به گونه جدی برجسته ساخته و از کاندیداهای احتمالی خواست که نقش زنان را در روند سیاسی افغانستان در اولویت کاری اجندای خود بگنجانند. در جریان نشست امروزی که شماری از کاندیدان احتمالی نیز اشتراک داشتند، دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی گفت که برای مشارکت زنان در آینده سیاسی افغانستان به تضمین جدی نیاز است. همه ما برنامه های را مفصل را ارائه خواهد کردیم. گفتم ما او را در زمانی که ما کاندید باشیم و شما از تمام کاندیداها خواهد شنیدین، چیزایی را خواهد شنیدین که حتی تصور شما هم در او نشده باشد. یعنی به مراتب از اون چیزی که شما توقع دارید بیشتر در برنامه ها شما میبینید. اما مهم ایست که شما تشخیص کرده باشین که اراده سیاسی آیا وجود دارد. در این حال اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال گفت که زنان باید تلاش کنند تا در انتخابات آینده اشتراک کرده و از رأی خود به نفع زنان افغان استفاده کنند. ابزاری متعلق به کسی است که اجازه میده که از پیش استفاده ابزاری شد. اجازه نتین که کس از پیشتان استفاده ابزاری کنه. چون امروز زن افغان فضل خدا با این ظرفیتی که در این اتاق موجود است، چرا اجازه بده که ظرفیت ابزاری استفاده ابزاری از پیش شد؟ همه مردم برتان معلوم است در افغانستان هیچ چیز پت نیست. شماره از فعالان زن میگویند که زنان افغان از حرکت‌های منظم برخوردار نبوده و ممکن در به دست آوردن حقوق سیاسی خود موفق نباشند. آنان از زنان میخواهند تا به خاطر گسترش نقش سیاسیشان در بین خود به یک انسجام منظم تلاش کنند. و از جهان، جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا مکزیکو و کشور خود را به گسترش مشارکت اقتصادی قوی تر تشویق کرد. وی در جریان دیدار با انریک پینا نیتو رئیس جمهور مکزیکو مشارکت اقتصادی را مهمترین بخش روابط میان دو کشور عنوان کرد. آقای بایدن تاکید کرد که باید در سرحدات میان دو کشور به خاطر تسهیل روند انتقال معلومات و کالاهای تجارتی مردم تلاش بیشتر انجام شود. رئیس جمهور مکزیکو نیز در جریان سخنرانی مشترک با آقای بایدن تاکید کرد که مشارکت اقتصادی گسترده
قدرتر ایالات متحده و مکزیکو تعهد هر دو ملت به خاطر فراهم آوری رفاه در منطقه آمریکای شمالی است. از سوی دیگر رای دهندگان تعمیلی و روز شنبه در بخش‌های شمالی سریلانکا به خاطر انتخاب رهبری ولایتی خود و پای صندوق‌های رای رفتند. آنان آرزو دارند که با دادن رای از بازگشت خشونت در یک منطقه جنگ زده جلوگیری کرده و آن اقدام نخستین برای رفاه سرتاسری در کشور باشد. هرچند توقع می رود که انتخابات روز شنبه انتخاب محدود به خاطر به دست گرفتن امور برای مردم را در پی داشته باشد، اما این کار نخستین مزه از دموکراسی است که مردم پس از سالها نبرد و یوغ شورشگرایی آن را خواهند چشید. انتخابات در شمال سریلانکا در چشم سازمان ملل و جامعه جهانی یک امتحان اساس برای مردم سریلانکا پنداشته می شود. کره جنوبی یکی از بزرگترین مصرف کننده ها و وارد کننده ی انرژی در جهان است. حکومت در نظر دارد تا دستگاه های بیشتر هسته‌ای را اعمار کند تا پاسخگوی نیازمندی های مردم باشد. اما شمار شهرها باور دارند که انرژی سبز یا انرژی آفتاب بهترین طریقه به دست آوردن انرژی است. تالار شهری تازه اعمار شده سئول از انرژی سبز استفاده می کند. در بام این عمارت بیشتر از 1000 آلای مستطیل شکل وجود دارد که با استفاده از انرژی آفتاب برق تولید می کند و آب عمارت را گرم می سازد. کوک یونگ یان، مسئول بخش انرژی این تالار می گوید 28% انرژی عمارت از انرژی آفتاب است. ما سکتورهای خصوصی را ترغیب میکنیم تا از انرژی قابل تجدید استفاده کنند. ما آنها را نشان میدیم که این سیستم چگونه فعالیت میکند. منابع طبیعی کره جنوبی محدود است. 82% مصارف انرژی این کشور از واردات خارجی است، اکثرا زغال سنگ و پترول. پارک جی یونگ، مفسر انرژی در انستیتوت مطالعات پالیسی در سئول، میگوید انرژی قابل تجدید برای کره جنوبی طریقه اجتناب ناپذیر در راه انکشاف دوامدار و کیفیت سطح زندگی مردم است. دستگاه های برق هسته‌ای 1/3 حصه برق کره شمالی را تولید می کند. در حال حاضر 23 دستگاه موجود است و حکومت در نظر دارد تا در دهه آینده 9 دستگاه دیگر را نیز ایجاد کند. کیم جونگ یونگ، رئیس برنامه هسته‌ای کوریا، میگوید با وجود نگرانی‌های ناشی از حادثه مصیبت بار دستگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن، ریاکتورهای هسته‌ای یک تکنولوژی سبز است. خروج گاز کربن دای اکساید فقط 10 کیلوگرم در هر کیلووات است. تصاعد گاز طبیعی مایع 55 مرتبه بیشتر است. از این رو انرژی هسته‌ای انرژی سبز یا پاکترین انرژی است. نگرانی های امنیتی نیز در بعض دستگاه های هسته‌ای کره جنوبی بیشتر شده است. در یک سال گذشته 3 دستگاه پس از آن توقف داده شد که تصدیق های جعلی در مورد آنها به دست آمد. بعضی از کارمندان حکومت به خاطر گرفتن رشوه از عرضه کنندگان سامان و لوازم این دستگاه ها از کار برطرف و زندانی شدند. کوک یونگ یان میگوید این رسوایی های مسئولیت و فساد اداری باعث میگردد که توجه به تکنولوژی سبز یا استفاده از انرژی آفتاب بیشتر گردد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. چهره های مورد اعتماد و آشنای تلویزیون آشنا. اکنون صدای آنان را از طریق رادیو آشنا 100.5 FM نیز بشنوید. با یک قانونگذار زن افغان از دوره حسارت خود با طالبان حکایت می کند. حکایت نادر از این که حسارت نزد شورشان برای یک زن چیگونه می توان بود؟ روایندگان طالب فریبا احمدی کاکر عضو پلیس جرگه افغانستان را در جریان 4 هفته حسارت با 13 منزل انتقال داده و از او تحقیق کردند. خانم کاکر پس از آن که حکومت افغانستان به خواست ربایندگان وی شماری از زندانیان را آزاد ساخت، در جریان همین ماه از حسارت رها شد. وی در یک تلاش به خاطر مشخص ساختن قضیه هدف قرار گرفتن زنان برجسته افغان از تجربه خود سخن میگوید. از اون شروع از زنا شده که یک سناتور ما چند روز پیشتر
فایر شد، بعض از پشتش ما گرفته شدم، بعض اتر مثلا شاید ادامه بیافه. ما بعض از ما خواست میکنم از هم از حکومت، هم از طالب ها که همه گی افغان هستیم، همه گی برادر و یکی تن دیگه خود هستیم، صلح کنن، بیشینن، برادر کشی را بس کنن. خانم کاکر یک جا با 4 طفل، محافظ و راننده وی در مسیر شاهراه کابل قندهار در نزدیکی ولایت غزنی از سوی طالبان ربوده شده بود. در آن زمان و پس از چند روز در خواست وی، طالبان کودکان وی را رها کردند. خانم کاکر یکی از جمله 69 زن است که در ولیس جرگه افغانستان از مردم افغانستان نمایندگی می کنند. و در این بخش برنامه خلیل الله شریفی نویسنده کتاب زیر نام واقعیت واقعی افغانستان را با خود داریم. آقای خلیلی افغان آمریکایی است و در تحصیلات خود را در پوهنتون اوساکای ژاپن خاتمه داده است. جزئیات بیشتر را بیایید از زبان خود آقای خلیلی دنبال کنیم. آقای خلیلی سلام بر شما و تشکر یک بار دیگه از حضورتان در برنامه. بسیار تشکر از اینکه برای من موقع مساعد شد. امید می‌خوام که با شما در این باره کتاب صحبت می‌کنم. و یه برای من جای افتخار است که سپاس. آقای خلیلی چون وقت کوتاه است با مسرت شما کتابتونه که نوشتین، البته مسائل ما وقت نداشتم همه کتاب مطالعه بکنم، اما تا جایی که من مطالعه کردم بیشتر موضوعات مثل سیاست که از سیاست آغاز میشه و مذهب و فرهنگ و شخصیت‌های سیاسی رو در این کتاب شما گنجانیدین. پیام شما به خواننده چی است؟ بله سوال بسیار جالبی است. البته امروز سراسر مردم دنیا یعنی بیسشن یا یعنی ضرورتشون به 3-4 چیز مهم است که یک عبارت سیاست است، تاریخ است و مذهب است و یا دین است و یکی هر کدام از یه بسیار یعنی فاصله دوری رو پی میکنه آدم که تا به یکش برسه، ولی ما به طور بسیار خلاص مثل از یک معرفی کرده باشم به یک شکل بسیار طور خلاص و واقعیت و او را ما به این سه جهت در این کتاب گنجانیدیم که فرصت برای هر کس مهیا باشه به طور بسیار ساده که بر ورق بزنه در تیبل اف کانتنتس که میره هر کدام از این به مشتمل به زودی به خانه شه. کتاب را که شما نوشتین خودتون بعد از چاپش دوباره خواندینش؟ البته دیگه خواندیم. به کدام لسان خواندینش؟ به لسان انگلیسی. یک ذره شما منظورتون از نوشتن یک کتاب به لسان انگلیسی چی است؟ کی باید این کتاب شما رو بخونه؟ به خاطر از اینکه این افغانای ما معمولا مسلمان ها در مجموع در امریکا و غرب زندگی میکنن، اینا به زبان انگلیسی صحبت میکنن. شما گفتین کتاب ما از واقعیت ها دور نیست و همش بله. واقعیت است و بله. شما کوشش کردین تاریخ، سیاست، مذهب بله. بله. و شخصیت های سیاسی رو به کتاب بگنجانین. امی بله. وبسایتی که کتاب شما رو معرفی میکنه بله. شما اون رو دوباره دیدین چیزی که در اونجا نوشته کردین و مو نقل قول اساسی که از بین کتاب شما گرفتین و برای شما پذیرفتنی است؟ مسلم برای اینکه اینترنت یک چیزی هست امروز که در او انسان چی نوشته کردین شما برای معرفی کتابتون؟ برای کتاب معرفی کردیم که این کتاب مثلا از شاهان افغانستان از ادوار که در این بعد از مشخص اما کوتر که شما نوشته کردین نقل قول مستقیمه که شما دارین در وبسایت میتونین گفته؟ بله وبسایتش فراموش کردیم که کدام وبسایت جمله ای که شما اونجا نوشته کردین بله. از بین کتاب برگزیدین ولی این معمولا در از واشنگتن پست بود تعدادش و از نیویورک تایمز بود و دیگه از خود وبسایت های تاریخی و یا فارسی زبان هایی که در اون نقل شده از اون ما گرفتیم. شما وقتی کتابتون رو نوشتین و ایره به زبان انگلیسی هم چاپ کردین بلی. فکر کردین که خواننده کتاب شما بسیار اندک خواهد بود؟ بعضی از منتقدین کتاب شما رو فکر میکنن دوستایی که ما شما متو که به اینترنت گفتین مطالعه کردم شما خواستین به خاطر نوشتن از این کتاب، البته این نظر من نیست بلی. نظر خواننده های کتابتان است، شماره از البته طرفدارای خود هم داره، شماره از دوستان نوشته کردن که گویا شما به خاطر چاپ پولی کتاب نوشته کردین و یک عنوانی که خیلی حساسیت برانگیز از افغانستان او رو برش در صفحه اول سایت که کتاب شما رو معرفی میکنه انتخاب کردین. آیا ایره چگونه شما رد میکنه؟ نه رد میکنم ایره و نه ایره قابل قبول شده میتونم، برای اینکه مسئله ما که وقتی که میخواییم که در برای جنریشن آینده یک معلومات بگذاریم بر جنریشن آینده معلومات با معذرت که من صحبت شما رو قطع میکنم بلی. شما از 266 سال تاریخ افغانستان ده و کتاب بلی. و یک
یک نقل قول درشت و یک بحث اساسی شده وبسایت نوشته کردین. 206 سال تاریخ، چگونه اشتباهات که در تاریخ رخ داده و گرایش‌های سیاسی و قومی و منطقه‌ای در افغانستان در یک جمله خلاص چگونه مطرح می‌سازین؟ در اونجا دارینش؟ بله، جمله‌ای است که یعنی ای وقتی که نامگذاری میشه افغانستان 206 سال قبل از توسط احمد چاه بابا از خراسان به افغانستان، بعد از او ای چون خود به خودی خراسان یک ملت دیگه، یک زبان دیگه و این طرف سعود که بوده ملت دیگه و شما زبان دیگه. شما یک چیز دیگه نوشته کردین که گویا افغانستان در اول از اسرائیلی ها بوده و بعد از بله، در مسئله از این است که یعنی خود یعنی وسط از طرف از اینکه نجات چطور مسئله از کجا است؟ این هم در واشنگتن پست و در نیویورک تایمز. واشنگتن پست برای کتاب بله. شما منبع است؟ بله، هایی یک دبوج نوشته شده. بله، یعنی واشنگتن پست منبع کتاب تحقیقی و تعلیمی و تاریخی شماست؟ سراسر نیست، بله، اینترنت هم هست سراسر. یعنی یک چیز هست به خودم 67 سال یعنی عمر دارم، این چیزهایی هست که در افغانستان همه چیز در مطبوعات کار کردیم و این مسائلی که در اخبار چیزا بوده همه شایی این یک به شکل زنده است مجمع هایی که مؤخذ بگیریم. آخرین کاری که شما کردین پیش از نوشتن بله. کتابتان به شکل اکادمیک و علمی چی بوده؟ این منظور شما به چه پیش از نوشتن چی؟ کتاب آخرین کار اکادمیک و علمی شما چی بوده؟ ما فقط لینگویست بودم کار میکردم برای وایس اف در بر افغانستان بودم امرای تشکر ایساف در تشکر آقای شریفی بلی. تشکر از وقتتان. من انشاءالله کتاب شما را مطالعه میکنم، متاسفانه که به زبان انگلیسی است، کوشش میکنم که بهتر و بیشتر بخونمش. دیگه کنم سوال دیگه؟ تشکر، لطف کردین چون وقت برنامه کوتاه است. انشاءالله ادامه میتیم صحبت را. تشکر. تیم کوثر قهرمانی مسابقات فوتسال میان تیم‌های زیر سن را در کابل به دست آورد. در بازی نهایی تیم کوثر توانست با نتیجه 2-1 حریفش تیم کهکشان را از پیش رو بردارد. بازی فوتسال که در این اواخر در افغانستان رونق پیدا کرده در ژیمنازیوم‌های سرپوشیده برگزار می‌شود. این مسابقات 15 روز قبل میان 24 تیم در دو گروه برگزار گردیده بود که هدف از آن رشد ورزش فوتسال و انتخاب ورزشکاران برتر بود. دیر محمد صافی مسئول کمیته فوتسال با تلویزیون آشنا گفت در ختم این تورنمنت 20 ورزشکار برتر و تیم ملی زیر سن افغانستان انتخاب گردیدن و پس از این به شکل اساسی آموزش خواهند دید تا در آینده ورزشکاران خوب در این بخش باشد. همچنان تیم‌هایی که در این تورنمنت شرکت داشتند به سه گروه تقسیم شدند و ورزشکاران نظر به استعدادشان به تیم‌ها جذب خواهند شد. بسیار خوش هستیم از اینجا که با ما مسابقه را گرفتیم فوتسال تا میتونیم ما استعداد خود را نشان بدیم. بسیار خوب است که با ما فوتبال مسابقه ببینن. مسئولین کمیته فوتسال میگویند قرار است ماه آینده یکی از مربیان شورای آسیایی فوتبال به کابل بیاید تا در بخش فوتسال مربیان افغان را آموزش دهد. بینندگان عزیز، این بود برنامه دری تلویزیون آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا. دوستان، همکارم سید سلیمان آشنا در برنامه بعدی با خبرهای پشتو و تازه‌ترین گزارش‌ها از جهان افغانستان همراه شما خواهد بود. یک بار دیگر فراموش نکنید که صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا همیشه برای شما باز است و ما چشم برای نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما در این صفحه هستیم. خدا نگهدار شما. تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان است.